شیخ عبداللهی ناصر که در سال 1932 در شهر مومباسا در کنیا به دنیا آمد، در سن 90 سالگی دار فانی را ودا گفت. او اندیشمندی بزرگ بود و در تألیف کتب دینی سهم بسزایی داشت. بسیاری از مردم شرق و مرکز آفریقا با خواندن کتاب‌هایی که توسط وی نوشته شد، پیرو اهل بیت علیهم السلام شدند. عبداللهی ناصر که در گذشته از خطبا و علمای مهم اهل تسنن مومباسا بود، در سال 1975 میلادی به مذهب حقه تشیع گروید. اهل تسنن و مراکز وابسته به آنها در عربستان فعالیت‌های زیادی علیه او انجام دادند و با تطمیع و تهدید تلاش کردند وی را برگردانند که موفق به این کار نشدند. وی در یک مصاحبه درباره علت گرایش به تشیع گفته بود: من با فضایل امیرالمومنان علی علیه السلام آشنا شدم و به تدریج احساس کردم علی ابن ابی طالب علیه السلام برترین مسلمان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله است. مدتی بعد کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی به دستم رسید. جلد اول آن را که خواندم به حقانیت شیعه پی بردم. سپس به مسجد شیعیان رفتم و پس از آن هم کتاب‌های زیادی خواندم و بالاخره شیعه شدم. این عالم برجسته طی دو دهه گذشته با معلومات بسیار وسیع خود در زمینه تاریخ اسلام و اصول عقاید شیعی در چند مرحله به مناظره با علمای وهابی در کنیا پرداخت. سلسله سخنرانی‌های شیخ عبداللهی ناصر که در قالب نوارهای صوتی و تصویری همچنان در میان مسلمانان این کشور و در مناطق حاشیه اقیانوس هند توزیع می‌شود نیز از عوامل مشوق بومیان مسلمان در روی آوردن به مذهب اهل بیت علیهم السلام بوده است.